بچه ها سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ ایشالا که هر جا هستین شاد باشین، ثروتمند باشین، لذت ببرین از زندگی. خیلی مخلصیم. امروز فکر میکنم 29 مهر ماهه و ما داریم کم کم آماده میشیم که آخرین فشرده سازی ها رو بکنیم، آخرین شربت ها رو بدیم، ذخیره عسل ها رو چک کنیم، کنکشه آخر رو بکنیم تا زنبورا رو آماده کنیم برای زمستون گذرانی و در کندوها رو ببندیم. خیلی از شهرهای ایران الان در کندوهاشون دیگه بستن، مناطق سردسیر که زنبور چی میخوای؟ زنبور زرد گشتشه. خیلی جا برو مناطق کندو دراشون رو بستن، اونایی که دمای هوا زیر 10 درجه 15 درجه هستش، ولی اینجا هنوز دما هنوز 20 درجه است و دما هوا خوبه و شهد درخت ازگیل داره میاد و ما هنوز در کندو رو نبستیم چون که هنوز تخم داره از کندوها و فشرده سازی می‌کنیم. حالا من یه دونه کندو دیگر رو می‌خواستم فشرده سازی کنم، یه سری نکات رو بگم، بریم ببینیم چقدر عسل داره. شما هم همراه ما باشین ببینیم چطوره چطور نیست. بریم ببینیم. خب این کندوی نازنی بچه ها، اگه میبینید روی این کندو پارچه گذاشتم، دلیلش اینه که با اینکه ما مخالف پارچه گذاشتیم، دلیلش اینه که زنبور ما داشت غارتی میشد از بغل درز این درا، چون استاندارد نیستن وارد کندو ها میشدن و خطرناک داشت میشد، برای این من پارچه گذاشتم. کندوی چنگاب ما رو نگاه کنیم، طبقش رو برداریم، عسلش رو چک کنیم ببینیم در چه حاله. طبق که احتیاج نداره، این ظرف یالی. خب من که نگاه میکنم بچه، تو اینا تا اینجا جمعیت احساس میکنم، نه پیام جمعیت هست. آره. با تازه هوام داره خنک میشه. جمعیت ما یکی یکی کم میکنیم. پارسال هم 7 خواب 8 خواب بود، امسال هم همونجوری با همون جمعیت داره میخوابه که اثری نداره. شهد تازه آورده زدن. بتکنم. بچه‌ها یه دونه زنبوره. تو این فصل اندازه 6 تا زنبور بهار ارزش داره، حواستون باشه. این همون 7 قاب خودمونه. نگاه کنید پای قاب کوچیک داره. برو آفرین. بذارم اینجا یه نگاه به ذخیره عسلی بکنیم. یه هر قاب 1.5 کیلو تا 2 کیلو عسل باید داشته باشه. این قاب گرده، ذخیره گرده برای زمستون گذرانی، اینو ور نمیداریم به شما. اون ذخیره گرده است، این ورش هم شهده. اینم از قاب بعدی. اینم تخم داره، لارف تخم، ولی تخم روز دیگه. این تو هم تخم روز داره، ریخته شده. اینم ملکش روشه. اینم مرکش، مرکه بسیار درشت و خوشگله، داره تخم روز میریزه روی این قابا و تو این نریخته. این برش شهد داره میریزه، شهد درخت از گیل. این قابا هم نگاه کنم دیگه بذارم چون که بس. اینم از قابا اصل و شفیره. 30 مرداد ما پر شفیره جا نداره. این سی مرداد گفته سی مهر ماه 29 سی مهر ماه پر شفیره و تخم و لار همشو داره دیگه. بچه ها دیگه میتونن شفیره ها رو با تخم و لار، و ویدیوشو آقا پیام گذاشته، حتما برید نگاه کنین. نوع تشخیص شفیره و تخم و لار و همه رو نگاه کنین. چند تا بیپر میبینم کنه تو این فصل بیداد میکنه، باید کنه کشی بکنیم. اینم بذاریم و ببندیمش. و بچه ها هر وقت من گفتم با زنبور میخواییم ور بریم به بچه های خودمون که حتما بعدش یه شربت به زنبور بدیم. بزنم آروم شه. اینم 7 قاب یا 8 قاب جمعیت میمونه براش و
برای زمستون گذاری اگه شفیقشم به دنیا بیاد بیشترم خواهد شد. نه اصل داره نه هیچی بارش. این هم از این دیگه کم کم باید یه کنکشی آخر فصلی هم بکنیم و درشونو ببندیم. کنکشی آخر فصلی با اگزالیک ما انجام میدیم، حالا شما هر چی دوست دارین انجام میدیم، ما با اگزالیک انجام میدیم و من خیلی کنکشی آخر فصلی رو مهم میدونم، یعنی اینکه باید حتما انجام بشه و خیلی مهمه. اینا رو اگه زنبور روش نیست یه بتکونم، آخرین زنبوراشم پیاده شن. برین خونه، برین خونه. برین خونه دیگه بس. این هم زنبور رو طبقه همونی میزهیم اینجا. اگه خواستم برگردم منم شربتش رو بهش میریزم. ذخیره اصلش هم که دیدین، این هم شربتش تا بخوره حالش رو ببره. این هم شربتش، حدود یه لیوان یه لیوان نیم هم شربت بهش میدیم. این هم از این درش هم میبندیم. اون پارچه هرم بچه ها نیا کنیم، من پارچه دورش رو کش گرفتم که یه وقت از این گوشه ها نزنه بیرون، بارون بزنه خیس بشه. دورش رو کش گرفتیم که راحت روی زنبور بشینه اینجوری. زنبور راحت بشینه روش. خیلی ریلکس اینم میذاریم اینجا که گرده که ما نمیدیم، ولی بچه هایی که خمیشیری میدن پارچه نمیتونم بذاریم، یه باید یه جایی براش تعبیه کنم. خیلی صفر شد. باید بچه کنم خیلی صفر جا میره باید رفت. خدا رو شکر بچه ها داریم کم کم آماده میشیم برای زمستون گذاری، شما هم آماده شیم برای زمستون گذاری. اونایی که جنوب کشور هوا گرم اصلا سیستمشون فرق داره، ولی ما توی منطقه ما که معتدله هنوز هوا گرمه. تخریزی دیدین هست، سیه مهر ما هنوز تخریزی هست، هنوز لارف هست، هنوز تخریزی قطع نشده، پس ما هنوز بهشون شکر میدیم، شربت میدیم، که گرده میدیم دیگه، که گرده نمیدیم ولی شاید هم بدیم، نمیدونم، حالا باید ببینیم هوا چطوره، میدیم و زنبور هنوز داره شهد میاره. خیلی مخواستیم، خواستم اینو با شما به اشتراک بذارم. زنبور تو فشرده کنی یهو سرد میشه، گرم میشه و زنبور عذب میشه. یا علی، خدا نگهدار.